حاجی آقا، باید اکنون صحبت کنم. تلاش کن تا سرورمان را راضی کنی. میبخشید لکن این ممکن نیست خانزاده. سرورمان در دیوان هستند. اگر بلایی بر سر برادرم بیاید، این قصر را بر سرتان آوار می کنم. همه تان. برادرت را از دست جلادها نجات دادی و با آغوش اسرائیل میفرستی. کدامش سخت‌تر از شاهینگیرای؟ تماشای مرگ یک تکه از جانت یا انتظار مرگش؟ شما از آنها خبر برده اید. شما وقتی در کارهایی که به تو مربوط نمی شود دخالت می کنی، این گونه در مشکلات غرق می شوی. من آن روز به تو التماس کردم، گفتم هر کاری بخواهی انجام میدم، لکن تو سرورمان را ترجیح دادی. اکنون هم باید به نتیجه‌اش راضی باشی. چگالی زاده سینان پاشا، مکتوبات مربوط به عهدنامه ها را خواندم. نظرات درویش پاشا نیز مشخص است. پیک فرانسوی ها منتظر باشد. عهدنامه‌ای که به ایتالیایی ها بخشیده بودیم عیناً تکرار خواهد شد. وسیله خیر باشد سرورم. من نیز با اجازه تان فردا راهی خواهم شد. سرورم، حافظ احمد پاشا میخواهند به خدمت برسند. تو کجا هستی پاشا؟ به چه جرأتی دیر به دیوان میایی؟ انشالله که توضیح معقولی داری. مرا عفو کنید سرورم، وقتی خبر مهمی دریافت کردم مجبور شدم به اسکله بروم. مهر صدارت سرورم. وزیر اعظمتان یاوز علی پاشا در بلگراد به دیار باقی شتافته است. جسمش توان سفر طولانی را نداشته و بیمار شده است. خداوند رحمتش کند. خدا سرورمان را حفظ کند. یک قاشق کافی است خاتون، بیشترش به درد نمیخورد، کمش هم فایده ندارد. این را دو ماه میخورد. تا درد را نگویی درمانش را پیدا نمی کنید خانزاده. ریحان آقا مرا به اینجا فرستاده است، یکی از اقوام او هستم. باید تصمیم بگیرید که عجل سریع و بی درد باشد یا طولانی و همراه با درد. به من چیزی بده که وقتی عجل سر رسید کسی به این که تقدیر الهی بوده از شکی نبرد. آیا مطمئن هستید خانزاده؟ مطمئن.
مراقب باشید خانزاده. بابا سرخه آبله، ذره ای از اینها برای زیر و رو کردن پایتخت کافی است. ممکن نیست، نمی شود. مجازات فرار از پایگاه سنگین است. مگر ندیدید بانی نیچری چه کردند؟ او از میدان جنگ فرار کرده بود برادر. چه فرقی دارد؟ مجازات که دارد. اصلا می خواهی چگونه فرار کنی؟ اسکندر فکر بی‌نظیری دارد، والله که به عقل من هم نمی رسید. نمی فهمم تو دردت چیست؟ تو که آمده بودی خانوادت رو پیدا کنی، پس با این خاتون چه کار داری؟ قول داده عملی. چه قولی داده ای؟ تو قلبت را داده ای، قلبت را. جانش را هم میخواهد بدهد، خبر ندارد. متاسفم، من دخالت نمی کنم. من اینجا برای سرباز شدن آمدم، نمیخوام به خاطر یک خاتون اخراج شوم. ماه فیروز هنوز آنجاست؟ مجبورم که بگویم. سلطانم، همیشه میخواستم به شما بگویم، لکن ترسیدم. قاتل پدرتان و کسی که حکیم باشی را کشت، ریحان آغاست. با چشمان خیش دیدم، به همین خاطر مرا به دریا انداخت. اکنون از اون نمی ترسم، زیرا وقتی شما این نامه را می خوانید، من فرار کردم. همینقدر. گلگه، میخواهم چیز دیگری هم اضافه کنی. این آخرین شب من است. به خانه‌ام که باز کردم، میتوانم تمام مصیبت‌ها را فراموش کنم. اما تو را هرگز، چون که من کافیست. همینقدر. تمامش رو نوشتی؟ گفتم پسران عثمان دوست ما نخواهند شد. اکنون چهره واقعیشان را دیدی؟ چه میکردم شاهین؟ دست روی دست میگذاشتم؟ آن هم وقتی زنی که دوستش دارم از من انتظار چاره داشت. نمیخواهم چاره ات را بدانم. وقتی در بازار دستگیر شدید،
میتوانم حدس بزنم راه چاره چقدر خوب بوده. میخواستیم ازدواج کنیم پنهانی. عشق به راستی که آدم را احمق میکند. عقدتان را نیز فروشنده ها میخواندند. حتی تا پای مرگ استوار رفته ای، پیش کسی سرخم نکرده ای. کاری که شایسته یک خانزاده بود. کی باید به کریمه بروم شای؟ هیچ وقت، تا زمانی که من زنده هستم. هیچ وقت. توفان نزدیک است برادرم، نه سلطان احمد میماند و نه سلطنت بی ثباتش. هر دوی ما نیست به خواسته ما میرسیم. سلطانم، شنیدم که بلافاصله مشغول تدارکات مراسم عروسی شده اید. مگر ما منصرف شده بودیم؟ تو درباره آن ماجرای تلخ نامه که تقصیر حلیمه بود حرف میزنی. دیدی که سنگی که پرتاب کردید به شکاری که خواستید اصابت نکرد. سرورمان بیشتر از هر کسی مایل به ازدواج درویش پاشا و فخری سلطان هستند. فرزندم خوب می داند چه کسی را به خود نزدیک و چه کسی را دور نگه دارد. برای همین هم به زودی درویش پاشا مهر وزیر اعظمی را دریافت خواهد کرد. سرورمان به هر کسی که صلاح بداند مهر را خواهد سپرد. البته بعد از پرسیدن نظر من. این را ببین، راهنما شده است. میخواهد به فرزندش راه و چاه نشان دهد. تمام اینها کارهای حلیمه است. آنها در چاه خودشان خواهند افتاد سلطانم. سلطانم، میخواهید چه کنید؟ شما خیلی دوست داشتید که درویش پاشا وزیر اعظم بشود. درویش پاشا با کاشتن بذر شک در دل من مرا به فکر برده است. آناستازیا، چرا ایستاده ای داخل شو؟ میخواستم در باغ خصوصی به خاطر یاسمن ها تشکر کنم. بی اجازه به باغ خصوصی میروی؟ دوست نداری؟ بیان که به من بگویی به باغ خصوصی میروی. از آنجا حیرت میکنم. تنها جایی از قصر است که احساس راحتی دارم. بهترین لحظه هایم را آنجا تجربه کردم. تو را نیز اولین بار آنجا دیدم. چه میخوانی؟ این دیوان شعر است. یک اثر مهم از شمس تبریزی. یک شاعر از دیار ایران. مدت زیادی در سرزمین های ما زندگی میکرد.
ببین چه میگوید. قلب است که انسان را عاشق میکند، یا اینکه تنهایی است که وادار میکند؟ به راستی که عشق چیست؟ چون شمع سوختن است یا گرفتار یک آتش شدن است؟ فکر میکنم زمان مناسبی نیومدم. بفرمایین والدم. با اجازه ایتان سرورم. والد سلطانم، خیلی سخت است والدم. تا از صداقت کسی مطمئن نشوم وزیر اعظم نمی شود. اسمی که در سر دارم درویش است. مطمئن هستم که صفیه سلطان نیز خوشحال می شود، زیرا دامادش می شود. شخص دیگری را در نظر دارید؟ البته که تو بهترین را می دانی، لکن کسی که من در نظر دارم آقا محمد پاشاست. هرچه باشد سکولوزاده است. دشمنیش با صفیه سلطان به قدیم باز می گردد. بمیرد هم سرخم نمی کند. درویش سرخم می کند؟ هرگز نخواهد کرد. اما اگر انقدر زود وزیر اعظم شود ممکن است تغییر کند. باید قدم به قدم جلو برود تا ارزش مقامش را بداند. علاوه بر این چه لزومی دارد که مورد اعتماد ترین پاشای من را تومه گرب کنیم؟ سرورمان می خواهند امشب شام را با والد سلطان میل کنند. حاجی آقا به آنها بگو تا طبق آن تدارک ببینند. هرچه شما بگویید.
سلطانم، همیشه میخواستم به شما بگویم، لکن ترسیدم. قاتل پدرتان و کسی که حکیم باشی را کشت ریحان آقاست. کمی دیگر برنج و گوشت بیاورید، شربت میوه هم حاضر کنید. سری ریحان آقا، این دیگر چطور سفره حاضر کردن است؟ جناب پاشا، سرورمان همراه با والد سلطان در بهار خواب هستند. به این کارها هم تو رسیدگی میکنی؟ درویش سرورم، با والد سلطان مشورت میکردیم. وزیر اعظم ما یاوز علی پاشا فوت کرده است. باید جایگزینش را اعلام کنیم. فکر کردم نظر تو را نیز بپرسم. هر طور که شما بخواهید. اینگونه نگاه هم نکن. الکس به من قول داده است. حتما خواهد آمد. میکنم، میخواهند مرا بکشن. بیا اینجا خاتون. نمیایم، بمیرم هم نمیایم. بروید وگرنه سرباز شما رو میکشن. ریحان آقا، مرا خواسته بودید؟ سرورمان بعد از صرف شامشان به باغ خصوصیشان خواهند رفت. آن آناستازیا یا ماه پیکر، اسمش هرچه که هست، او را هم نزدشان خواستند. به بلبل آقا بگو دختر را حاضر کند. اطاعت می شود ریحان آقا. راحت را بگیر و برو. یعنی چری؟ این مسئله بین ماست، به تو ربطی نداره. نرو، خواهش میکنم تنهایم نگذار، مرا میکشن. این میخواهد نجاتت بدهد؟ Huh?
آهای بعد کیست؟ ها؟ بیا بیا برخیز برخیز بی شرف. برخیز شمگرد، برخیز، برخیز، خواب بس هست، برخیز شبگرد. اسکندر، زود باش الکس، بیا دیگر، کمی دیگر منتظر بمانیم، خواهش میکنم. زود باش بیا دیگر. چرا به او اعتماد کردم؟ سلمان آقا، این اسکندر نیست؟ اسکندر، چه خبر شده از ذوالفقار آقا؟ این سرباز جوان چه خطایی کرده؟ میخواستی چه خطایی کند آشپز باشی؟ این اسکندر از سربازان جدید رخت عوض کرده و شب از پایگاه گریخته است، رفته و با چند نفر درگیر شده است. اگر نمی رسیدم این نادان را می کشتند. مجازاتش هرچه هست دقیقا انجام شود. آقایان، این نادان را به مطبخ بیاورید. نامه؟ باید پیش از اون که احمد اون رو بخوند برش دارم. اگر فاش شود دیگر نمیتوانم بگریزم. ما پیکر خاتون، تو کجا غیب شده بودی؟ به اتاقت رفتم ولی نبودی. از هر که پرسیدم هم نمیدانست. این دیگر چه حالیست؟ گلها را نگاه میکردم. گلها را نگاه میکردی؟ یعنی این گونه میخواهی نزد سرورمان بروی؟ سرورمان؟ آری، تو را به باغ خصوصی دعوت کردند. من به خاطر تو سرورمان را منتظر بگذارم؟ آقا این را ببر. باید جواب این کارت را نیز به سرورمان بدهی. گفته باشم تو چه میکنی؟ نامه به دست من افتاد. وقتی همه چیز را گفته ای، یعنی خاتون عاقلی نیستی. میدانی وقتی حرفت را زده ای، در اولین فرصت تو را میکشم. دقیقا مانند حالا. راه بیافت.
ما پیکر یا آناستازیا یا اینجا یا اینجا برو تو چه میکنی ریحان؟ عقلت را از دست دادی؟ خاتون داشت فرار میکرد. به جای متهم کردن من جلوی خاتون را بگیر. همه چیز را میداند. چرا میداند؟ از من میداند درویش. به سرور من میگوید مرا از این بلا نجات بده درویش، وگر نتونیز خواهی سخت. درویش نجاتت دادم ریحان، نجاتت دادم. من آن روز میخواستم بگریزم، لکن راه را گم کردم. میخواستم به اتاقی بروم که صدای ریحان آقا را شنیدم. اگر زهری در کار بود خیلی زود مشخص میشد حکیم باشی. خب چطور میخواهی این را برای سرورمان ثابت کنی؟ این زهرتاریست که اگر الان یک قاشق از آن بخوری اثری نخواهد داشت، لکن اگر 40 روز از آن استفاده شود آن وقت تأثیر خواهد گذاشت. پادشاه مرحوم من را آرام آرام کشتند. مطمئن هستی؟ چه کسی جرأت این کار را داشته است؟ آن را من میدانم. میدانم که این خائنین چه کسانی هستند. چه بوده است؟ آیا حرفی زد؟ سریع آن پیر مرد را کشت. اشتباه کردی درویش پاشا. ما زنده ی ریحان را نیاز داشتیم. اکنون تمام اسرارش را با خود برد. اگر فرزندمان سلطان محمد خان به راستی مسموم شده باشد، چگونه بدانیم کار که بوده؟ مجبور شدم سلطانم. خائن قصد داشت مرا نیز بکشد. تو به اتاقت بازگرد آناستازیا. حاجی آقا شخصا مراقبش باش. به گلگه خاتون بگو چشم از او بر ندارد. اطاعت می شود سرورم. می توانی بروی. سریع این مسئله را بررسی کن درویش پاشا. می خواهم بدانم افراد ریحان آقا در قصد چه کسانی هستند و در خارج از قصد با چه کسانی رفت آمد داشته است. امر سرور و پادشاه من است. خداوند خودت به ما کمک کن. چه کسی چنین خیانتی کرده است؟ چه کسی جرأت کرده است که پادشاه مرحوم من را مسموم کند؟ ابتدا باید ببینیم که از سلطنت افتادن فرزندمان بیشتر از همه به نفع چه کسانی بوده است. اسکندر، گفتن که هیچ چیزی نخورده ای. همه چیز را خراب کردم حسن. به من اعتماد کرده بود.
حتما اکنون عصبانی شده است. عصبانیت ذوالفقار آقا که بدتر است، اما تو را دوست دارد. نکند مجازات کاری که کرده ای خیلی سنگین است. من آناستازیا را میگویم، قول داده بودم، گفته بودم که میایم. فکر میکند که در نیمه راه رهایش کردم، خیال میکند مخصوصا نرفتم، فکر میکند ترسیدم. بمیرم خیلی بهتر است. تعظیم، سلطان احمد خان وارد می شوند. دیگر چه چیزی را از من مخفی می کنی؟ چه چیز دیگری هست که من باید بدانم؟ هیچ چیزی نیست. مرا ببخش، خواهش میکنم. من خطای بزرگی کردم، باید از همون اول میگفتم. آن قاتل میتوانست او را نیز بکشد. چه حسی داشتی؟ اگر من میمردم ناراحت میشدی؟ یا خوشحال بودی که از من رها شدی؟ ناراحت میشدم، بسیار زیاد. چرا؟ بگمانم خودت میدانی چرا؟